کمپانی والت دیزنی برای جشن 100مین سالگرد تأسیس استودیوی خودش تو جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن MC انیمیشن وانس اپان استودیو رو عرضه کرد. این اثر یک لایو اکشن کوتاه کمدی و فانتزیه که به نویسندگی و کارگردانی دن آبراهام و ترنت کوری ساخته شد. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره که بریم برای ادامه ویدیو. تو این انیمیشن جذاب و دیدنی تقریبا 543 شخصیت معروف و دوست داشتنی انیمیشن کمپانی والت دیزنی حضور دارن. از نکات جالب درباره انیمیشن روزی روزگاری استدیو میشه به این نکته اشاره کرد که شخصیت های اکشن، سی جی و لایو اکشن توی این ترکیب کنار همدیگه قرار دارن. برای ساخت این اثر 21 استدیو بیش از 40 صداپیشه رو جهت ایفای مجدد نقش‌های خودشون از آرشیو بیرون کشیدن تا دیالوگ‌های بازیگرای قدیمی از نظیر رابین ویلیامز رو داشته باشن. مدت زمان کارتون وانس اپان استدیو در 9 دقیقه به صورت رنگی خلاصه میشه. خلاصه کارتون روزی روزگاری استدیو از این قراره که برنی متینسون انیماتور، کارگردان، تهیه کننده و استوری آرتیست استدیو انیمیشن والت دیزنی آرزو میکنه که ای کاش دیوارهای این استدیو میتونستن صحبت کنن. بعدها بعد از اینکه تمام کارمندان استدیو بعد از یک روز کاری معمولی اونجا رو ترک میکنن، میکی و منی ماوس از عکس‌های روی دیوار جدا میشن و میخوان تا تمام شخصیت‌هایی رو از اطراف استدیو برای یک عکس یادگاری به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس کمپانی والت دیزنی کنار هم جمع کنن. تو این انیمیشن کوتاه 543 شخصیت از 85 فیلم بلند و کوتاه استدیو ویش حضور دارند. تو این انیمیشن صداپیشه‌هایی مثل کریستیان بیل، جودی بنسون، آلی کراوالی و جاناتان گروف، جرمی آیرونز صداپیشه شخصیت اسکار، برت آیوان صداپیشه شخصیت نیکوموس و دوین جانسون صداپیشه شخصیت موانا حضور دارند. بعد اینکه این انیمیشن رو دیدین یادتون نره که کامنتتون رو همون در میون بذارین. امیدوارم این انیمیشن کوتاه جذاب و خاطره انگیز باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.